بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنیم به همه برادران و خواهران عزیز، مسئولان محترم قوه قضاییه کشور و همچنین بازماندگان محترم شهدای گرانقدر هفتم تیر که این دو مناسبت به مشیت الهی به یکدیگر گره خورده است. قوه قضاییه ما رنگ شهادت و بوی شهیدان به خود گرفته است. بسیار چیز مهمی است اگر انشاءالله بتوانیم از این درست بهره ببریم. یک جمله عرض میکنیم راجع به شهیدان عزیز هفتم تیر و این حادثه مهم و موندگار. یک جمله هم عرض میکنیم به مسئولین محترم قوه قضاییه. در باب حادثه هفت تیر، اون چه که بیش از همه اهمیت دارد این است که در این حادثه عزیزترین و برجسته‌ترین عناصر انقلاب در معرض فداکاری قرار گرفتند و فدا شدند. شخصیتی مثل شهید بهشتی که یک عنصر بی‌نظیر، لااقل کم نظیر در مجموعه انقلاب بود، در خدمت انقلاب و در جهت انقلاب قربانی شد. اون تعداد از شخصیت‌ها و نخبگان سیاسی و مدیران ارشد دستگاه‌ها، وزرا، نماینده‌ها، فعالان عرصه سیاست جمهوری اسلامی، هر کدامی برای خودشون یک شخصیتی بودن. ما با بسیاری از اینها از نزدیک آشنا بودیم، با بعضی کار کرده بودیم. این خیلی مهم است که در این تراز شخصیت‌هایی جانشون کف دستشون باشد و در معرض شهادت قرار بگیرند و قربانی بشن در این راه. بالاخره یک کشور، یک نظام، یک تمدن بدون فداکاری و قربانی دادن و خون دادن که به جایی نمیرسه. اینها پیشروان این راه بودن. نکته بعدی این است که حالا این نظام اینقدر جواهر نخبه را آورد به صحنه و ریخت به پای انقلاب و اینها را از دست داد، اما نظام تکان نخورد. اونایی که این ترورها رو طراحی میکردن قصدشون اشخاص نبود. در درجه اول قصدشون بیپایه کردن و تهی کردن و نقب زدائی کردن انقلاب بود. میخواستن انقلاب رو با این ترورها، با این فقدانها به شکست بکشانن. اینجور نشد و عکس این شد. یعنی پایه اصلی نظام که عبارت است از ارتباط مردم و نظام بیشتر شد. اینا همه عبرت‌های انقلاب ماست و به شما عرض بکنم امروز هم همینه.
امروز هم اگر جانهایی خودشون را در معرض فداکاری و قربانی شدن برای نظام، برای خدا قرار بدن و در این راه قربانی بشن، این نظام مستحکمتر خواهد شد. ریشه های این نظام مثل همون شجره طیبه‌ای که در قرآن خدای متعال فرموده است اصلها ثابت و فراها فی السماء، این جور مستحکمه. دلهامون رو این جور پیوند بدهیم با مبانی و اصول و ارزش‌های انقلاب. و شهید بهشتی، اون شخصیت برجسته و ممتاز، حقا و انصافا حقوق زیادی دارد بر نظام جمهوری اسلامی و بر قوه قضاییه بالخصوص. در همون دوران کوتاهی که ایشون در قوه قضاییه مشغول بودند، یعنی از اواخر سال 58 تا همین اوائل سال 60، در همین مدت ایشون ابتکارات زیاد، کارهای بزرگ، نقشه های دوراندیشانه برای قوه قضاییه طراحی کردن. خب بحمدالله قوه هم حرکت کرده است، در این 30 سال کارهای خوبی انجام گرفته. امروز هم بحمدالله با مدیریت شخصیت برجسته و ممتازی مثل جناب آقای شاهرودی که از لحاظ علم و صلاحیت‌های گوناگون و همه جانبه حقا انصافا برجسته هستند، ایشون در رأس قوه قرار دارند و 10 سال 2 دوره 5 ساله ایشون بار سنگین این قوه رو بر دوش کشیدن. در مورد قوه قضاییه اونچه که مهم است این است که ما ببینیم قوه قضاییه برای چیست، اون رو تأمین کنیم. همه کارها در این جهت باید باشد. قوه قضاییه برای عدل است، برای عدالت است. معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد جمع منطبق با قانون شد، این عدالت است. اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این بی‌عدالتی است و قانون هم در نظام اسلامی قانون اسلامی است. البته در مجموعه قوانین ما ممکنه قوانینی باشن که منطبق نباشن 100% با احکام اسلامی، یا قوانینی که از قبل موندن، یا برخی قوانین دیگر که اینها باید اصلاح بشود. معیار این است که بر طبق قانون عمل بشود. عدل اینجا تحقق پیدا می کند. البته عدالت آسان به دست نمیاد در قوه قضاییه. همین زیر ساخت هایی که اشاره کردن جناب آقای شاهرودی، همه اینها لازمه. این سیاست گذاری ها که خود این سیاست گذاری یک زیر ساخت است، یک زیر ساخت نرم افزاری است. این سیاست گذاری ها، انتخاب سیاست های خوب، سامانه های سخت افزاری که در قوه به وجود آمده است یا شروع کردن به اینکه اونها رو به وجود بیاورن، اینا همه لازمه. یعنی عدالت در یک مجموعه کلان مثل قوه قضاییه‌ای که
بناست یک کشور بزرگ را با یک جمعیت 70 میلیونی را اداره کند در بخش قضایی، این با تعارف و با حرف درست نمی شود. همین مقدمات را لازم دارد، همین زیرساخت ها را لازم دارد. بنابراین اون چه که در زمینه این زیرساخت های چه نرم افزاری چه سخت افزاری انجام گرفته است ارزشمند است، باید قدر اینها را دانست و انشاءالله این سیاست ها به همین شکل درست ادامه هم پیدا بکند. و واقعا لازم است که من تشکر کنم هم از شخص ایشون، هم همطور که ایشون گفتن از مدیران ارشد قوه قضاییه در بخش های مختلف زحمات زیادی کشیدند و جای قدردانی دارد. لکن نکته این است که اگر چه که تأمین عدالت عام و شامل متوقف بر این زیرساخت هاست، اما اینجور نیست که وجود این زیرساخت ها لزوماً به معنای استقرار عدالت باشه. ممکنه این چیزها را داشته باشیم عدالت هم نداشته باشیم، از این باید ترسید. اونچه عدالت را تضمین می کند انسان معتقد جازم عازم با اراده خدا ترس است. از خدا بترسد، از غیر خدا نترسد. فلا تخشوا الناس وخشون، خدای متعال در قرآن می فرماید. اگر این شد، اون وقت با این دستگاه‌های متنوع و امروزی و خوب می‌شود به عدالت به طور کامل رسید. اگر این اراده نبود، در این اراده سستی و اختلال ایجاد شد، هیچ کدام از این دستگاه‌ها به خودی خود عدالت رو تأمین نخواهد کرد. گاهی حتی زمینه می‌شود برای بی‌عدالتی. اصل قضیه اینه. بنده عرضم در این دیدارهای سالیانه‌ای که با شما مسئولان محترم قوه قضاییه دارم و در دیدارهای دیگری که محدودتر است با بعضی دیگر از بخش‌های قوه قضاییه، عرض عمده ما همیشه همینه. ما باید نگاه کنیم ببینیم خروجی کار ما عدالت است یا نه. اگر عدالت شد، اون وقت پیش خدا و پیش نفس خودمون و پیش خلق هم سرفراز خواهیم بود. یعنی وقتی ما عدالت رو اجرا کنیم، درست است که در قضاوت ما یک نفر خرسند خواهد شد، یک نفر ناخرسند. در هم اینجوری است دیگه، وقتی انسان قضاوت میکنه یک طرف را خرسند میکند، یک طرف را ناخرسند میکند. اما اگر عدالت به خرج دادیم، حتی اون طرف ناخرسند هم در دل خود راضی است. اگر چنانچه عدالت رو به خرج ندادیم، اون کسی هم که حکم ما به سود او بوده است، در دل به ما با بی‌اعتقادی با استهزاء نگاه خواهد کرد، در دل به ما خواهد خندید. این مسئله است، مسئله اساسی اینه. باید همه تلاش بر این باشد. خب عدالت هم از جمله اون چیزایی است که الحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها التناصف. گفتنش آسان است، التزام به اون آسان نیست، خیلی سخت. انسان با موانع بزرگی برخورد میکند.
اگر عزم راسخ توکل به خدا وجود نداشته باشد، انسان وسط راه خواهد موند. این رو باید در قوه قضاییه دائما تزریق کرد، دائما باید این روحیه رو پمپاژ کرد در سرتاسر قوه قضاییه، که ما وظیفه‌مون تناسف است، ایجاد عدل است. سخت‌ترین قسمت عدل هم عبارت است از اونجایی که طرف مقابل عدل اقویا هستن. اینو دیگه زیر بار نمیرن، زور میگن، متوقعن. اینجا بایستی ایستادگی کرد. هنر قاضی اینه، استقلال قاضی این است که در یک چنین مواقعی فقط و فقط خدا را و مر قانون را در نظر بگیرد. در همه قضایای فردی، قضایای اجتماعی، قانون ملاک عمل اگر باشد، عدالت تأمین می شود. در همین قضایای اخیر هم ما عرض کردیم، بنده مخالفم که مردم کشورمون رو، مردم عزیزمون رو به دو بخش تقسیم کنیم، یه عده رو در مقابل یه عده دیگه قرار بدیم. نیست قضیه اینجوری. در خیلی از مسائل مردم سلیقه هاشون، نگاه هاشون، نظر هاشون یکی نیست، اما این به معنای استکاک و تزاحم و تعارض و دست به یقه شدن نیست. نباید ما مردممون رو وادار کنیم که با هم دست به یقه بشوند. من به هر دو طرف نصیحت میکنم احساسات جوانها را تحریک نکنند، مردم رو مقابل هم قرار ندهند. ملت یک پارچه است، ایمان واحدی دارد، قلبن هم با نظام خود روابط حسنه ای دارد. نشانه این روابط حسنه همین حضور در پای صندوق هاست. اگر امیدوار نبودند، اگر حسن ظن نداشتند، اگر اعتماد نداشتند، نمی آمدند پای صندوق ها. پس این ملت با نظام خود هیچ مشکلی ندارد. نباید این ملت یک پارچه را دو شقه کرد، تقسیم کرد، یک گروه را بر علیه اون گروه دیگر، اون گروه را بر علیه این گروه دیگر تحریک کرد. همینجا هم معیار برای حل و فصل قضایا هم معیار قانونی وجود دارد. اگر قانون حاکم نشد، اون چیزی که از بیقانونی بر سر همه خواهد آمد بسیار تلختر است از اونجا که اجرای قانون برای بعضی در کام بعضی ممکنه به وجود بیاره از تلخی. و من واقع علیه العدل فالجور علیه اضیق. عدل همون رعایت قانونه. اگر ما از رعایت قانون احساس ضیق کردیم، نخواستیم تن بدهیم به قانون، اون چه که بر سر ما از بیقانونی خواهد آمد به مراتب سخت‌تر از این تلخی تحمل قانون است. اینه باید همه توجه کنن. مردم ما به توفیق الهی، به هدایت الهی، به دستگیری الهی، مردم مؤمنی هستن، هم آگاهن، هم مؤمنن، هم حاضر در صحنند، پا به رکابند در هر جایی که لازم باشد. ماها باید خودمون رو اصلاح کنیم. نخبگان و خواص سیاسی بایستی مراقب کار خودشون، حرف زدن خودشون باشند. این خطاب به همه نخبگان است.
خطاب به طرف خاصی، جناح خاصی نیست. همه باید مراقب باشن، همه بدانن این ملت یک ملت یک پارچه است. احساسات این طرف رو علیه اون طرف تحریک کنن، اون یکی بیاد احساسات این طرف رو علیه اون طرف، اینا راه به جایی نمیبرد. وقتی شما متحد بودید، وقتی شما همدل بودید، وقتی شما احساس و ابراز اعتماد به کشورتون و نظامتون کردید، اون وقت این وسوسه های خناسان بین المللی، این سیاستمداران ظالم، مداخلگر، دور از انسانیت دیگه اثری نخواهد کرد. ببینید بعضی از سردمداران دنیا، از آمریکایی گرفته تا بعضی از کشورهای اروپایی، همه مشکلاتشون تمام شده، مشکل ایران برای اینها باقی مونده است. در یک مسئله داخلی مردمی 100% مرتبط به ملت ایران، چانه تکان میدن و اظهار نظرهای سخیف میکنن، غافل از این که هر جا اونها پا گذاشتند از مواضع سیاسی، از نظر ملت ایران اونجا نجس خواهد شد. جانبداری های اونها درست به عکس نتیجه میدهد. مردم از خودشون میپرسن چه چیزی موجب شده است که این دشمنانی که 30 سال علیه انقلاب اسلامی دارن تلاش میکنن، از همه ابزارها و امکاناتشون علیه این کشور، علیه این ملت استفاده کردن، حالا شدن دلسوز؟ توطئه رو میفهمن مردم، خباثت رو درک میکنن مردم ما، مشکل اونا هم همین است. اگر با یک ملت بیهوش بیهواسی مواجه بودن مشکلی نداشتن، اما با یک ملت هوشیار مواجهن، با یک ملت مجرب مواجهن. تجربه های 30 ساله ما ملت رو آگاه کرده است. اینا میدانن اینها همون دولت ها و حکومت هایی هستن که 8 سال در دوران دفاع مقدس علیه این ملت جنایت شد، شهرها بمباران شد، خانه‌ها ویران شد، بمب‌های شیمیایی زدن، انسان‌های بیگناه رو کشتن. اینها نه فقط دلشون برای ملت ایران نسوخت، بلکه به دشمن ملت ایران کمک کردن. این رو دیدن مردم ما. اینا که فراموش شدنی نیست، حالا شدن دلسوز. اینها مردم میبینن رفتار اینها را با ملت‌های مظلومی که پنجه اینها در اونها جاگیر شده است، مثل ملت افغانستان، مثل ملت عراق، مثل پاکستان، مثل ملت فلسطین. هر جا اینا پنجهشون جاگیر شد، ناخونشون بند شد، هر چه توانستن ضربه زدن به مردم. رحم نمی کنن اینا، مردم دوستی دور از جناب اونهاست. حالا نسبت به ملت ایران، نسبت به کسی یا کسانی در داخل کشور اینا شدن طرفدار. خب معلومه که این غرض و مرض اونها چیز، از این کارهای این مردم میفهمن. شما اگر متحد باشید، شما اگر با هم باشید، شما اگر این روحیه استحکامی را که انقلاب به ملت ما داد و در طول این 30 سال ملت ما حفظ کرده از نگه دارید، لا یضرکم کیدهم کیدهم شیئا، هرگز اونها دشمنیشون با شما اثری نخواهد کرد، نخواهند توانست به ملت ایران آسیبی وارد کنند.
از خداوند متعال توفیقات همه شما برادران و خواهران مسئولان محترم را در وظایف گوناگون اختصاصی و عمومی که هر کدام از ما بر عهده داریم مسئلت میکنم و امیدوارم انشاءالله ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواحنا بدا شامل حال ملت ایران و همه ما باشد و روح مطهر امام بزرگوار و ارواح طیبه شهدای گرامی و شهدای هفت تیر انشاءالله از ما و رفتار ما و گفتار ما راضی باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.